یه مقدار میخوام از گذشته شما شروع کنم و روابط خانوادگی، اینکه پدر حالا گفتیم کلن قدرت، اینم بهتون بگم الان مثلا من بخوام برم تو یکی از شهرستان ها یا اصلا همین تو خود تهران 10 نفر آدم جمع باشن، میان به همش میزنن، یعنی اجازه نمیدن حتی توی چنین جمعی من حضور پیدا بکنم. علتش چیه؟ از اونا بپرسین علتش چیه، چون من که علتی برای این قضیه نمیبینم، که چون من فکر میکنم اینقدر موجود ترسناکی باشم که حتی نتونم توی جمع مثلا 10 نفره حضور پیدا بکنم. ولی یعنی میخوام بگم قدرت ما الان اینجوری شده، در الان در چنین شرایطی، یعنی حتی تجمع 10 نفرم هم نمیتونی داشته باشی. نه، چجوری میشه حل کرد این مسئله رو؟ حل که نمیشه، تا وقتی این سیاست ها هست همینم هست دیگه. یا من باید ساکت باشم، حرف نزنم، نقد نکنم، اظهار نظر نکنم که اونا یه خود خیالشون راحت بشه. من نمیدونم، شاید نگرانم، مثلا من هر جا میرم الان میخوام همه رو بشورونم، یا نمیدونم چیکار میخوام بکنم. حتی جمعای ورزشی، کارهای حزبی، خیلی چیزهای عادی و معمولی، اونا نگران از این بابت. از شرایط فعلی زندگیتون راضی هستید؟ آره، بله. آرامش دارید؟ بله. نمیترسید؟ نه، نمیترسم. خب بالاخره آدم انتخاب میکنه دیگه، یعنی با آگاهی به خیلی از مسائل شما یه راهی رو انتخاب میکنی، داری میری دیگه. شما توی فرمایشاتتون فرمودین که انتخاب، توی یه مقطعی مثلا حالا نوجوانی انتخاب اینو داشتید شما برید یه کشور دیگه، درسته؟ دنبالش هیچ وقت نبودم، اما انتخابش رو داشتید. پدر میتونستم. فکرشون این نبود که شما حتما ایران باشید؟ اصلا هیچ وقت بحث نداشتیم، یعنی چون هیچ وقت نمیخواستیم. مثلا خب مثلا میخواستید. برادر من رفت بلژیک درس خوند، شاید اگر ما میخواستیم میتونستیم بریم. یعنی ما تو خانوادهمون تبعیض نداشتیم که مثلا بگن دخترها باید این کارو بکنن، پسرها. اصلا باید داشتید شما؟ بالاخره تا حدودی داشتیم، ولی خب ما بچهای خوبی بودیم، یعنی خیلی بچهای چموشی نبودیم، بر همین خیلی بایدای غلیظ نداشتیم دیگه. این همه شما فعالیت داشتین، این همه پدر رو ممکنه حالا یه جایی ناراحت کرده باشین به خاطر فعالیتاتون، بالاخره بازیگوشی همین هم میشه دیگه، نمیشه؟ حتما میشه. ببین تو این مسائل این گونه، مثلا من یادم چیزی که خیلی بابا اذیت میشد روزنامه زن بود. روزنامه زن بابا نکه به محتوای روزنامه و کار من ایراد بگیره، ولی مثلا از بس دیگران بهش زنگ می‌زدن، به خصوص اصولگرا، حالا موقع بهش میگفتن راستا، زنگ می‌زدن اعتراض می‌کردن چرا فایزه اینو نوشته، چرا عکس زن اینجوریه، چرا در مورد زنا گفته، چرا سیاست اینه، چرا اونجوری. همه فشارهای روزنامه زن رو بابا بود. من معتقدم که یعنی در واقع خوشحال ترین فرد از بسته شدن روزنامه زن خود بابا بود، چون از بس بهش زنگ می‌زدن. ولی یادم نمیاد مثلا یک بار من گفته باشه چرا این مطلب رو نوشتی، ولی بارها مثلا بهم میگفت اگر این مطلب رو صفحه اول نمیذاشتی، صفحه دوم یا سوم یا ته روزنامه میذاشتی، خب اینقدر فشار نبود، اینقدر عکس العمل ایجاد نمیشد. اینجوری من داشتم تذکر زیاد داشتم به خصوص روزنامه زن. ولی اینکه محتوایی بهم بگه مثلا چرا این حرفا رو زدی، چرا این کارا رو کردی، کمتر یادم میاد چنین چیزی. چه جوری بوده نوع برخورد پدر باشه؟ یعنی شما با پدر چه جوری تو خونه صحبت میکردین؟ چه جوری خطابشون میکردین؟ بابا. مثل همه بچه ها دیگه، مثل همه رابطه، مثل همه بچه ها و پدر ها. بابا. یعنی انقدر راحت بودین؟ خب بابا مو بود دیگه. با اینجای در نظر نمیگرفتی که بابای شما با بقیه بابا فرق دارن؟ نه، هیچ وقت هم چیزی نداشت. خودشون چی؟ خودشون تو نوع برخورد؟ چقدر اصلا گیر میدادن به شما؟ خیلی نبود، خیلی استثنایی بودیم. میگم ما بچه های بدی نبودیم. ببینید من تو تمام فعالیت هایم که داشتم سیاست های کلیمو از بابا میگرفتم، چون من به حال بابا رو خیلی قبول داشتم و دارم، یعنی فکر می‌کنم باز منطقی تری معتدل تری حال بین موجودینی که در قدرت بودن و در سیاست بودن، خیلی شاید بهترم بودم، ولی فرصت آمدن در سیاست در قدرت رو پیدا نکردن، نذاشتن که اینا بیان. ولی به اینا من خب اعتقاد به بابا داشتم، به تفکرات بابا، به اعتقادایی که داشت، به روش‌هایی که داشت قبول داشتم. برای من مثلا ولی یه موضوع کلام مثلا گفتم من میخوام این کارو بکنم، مثلا بابام گفت آره خوبه، دیگه نمیرفتم جز به جز، حالا الان میخوام برم اونجا، حالا الان میخوام برم فلان حرفو بزنم، حالا الان میخوام مصاحبه بکنم، دیگه کاری نداشتم به بابا. بعد مشکلی که برای شما پیش میومد، مثلا گرفتار میشدین، زندان میرفتین، پیش خودتون نمیگفتین کاش بابام این کارو نکرده بود، کاش بابام این راهو نرفته بود؟ به هر حال پدر شما از ستونهای اصلی نظام خب بودن. و ببینید نه، چون به هر حال من میدونم که و من میدونم فکر کنم خیلی ها بدونن که تعیین کننده مثلا اون چیزایی که من بهش نقد داشتم و الانم دارم نقد میکنم، من بابا رو خیلی تعیین کننده تو اون قضايا نمیدونستم، چون مثلا معتقدم اونها جاهای دیگه تصمیم گیری میشد. البته نمیتونیم بگیم بابا حالا با خاطر اون جایگاهی هم که داشت اصلا در جریان نبود، ولی به هر حال میدونستم تفکرات بابا این نیست. خب مثلا ایشون یه سیاستی داشت، شاید مثلا احساس میکرد که خیلی چیزا رو بعد به مرور زمان حل بشه، تدریجی حل بشه. مسئله قانون اساسی؟ نه، حال مثلا در مورد مسائل زنا.
اصلا در مورد حقوق زن بخشش توی قانون اساسی باید تعریف بشه، درسته؟ تو قانون اساسیمون بد نیست، نسبتا قانون اساسی خوبی داریم اگر اجرا بشه، ولی چون انقدر آیین‌نامه ها و چیزهای متفاوت در تضاد با قانون اساسی ایجاد شده که از اونها تبعیت میکنن به جای قانون اساسی، یعنی همه اصول، اکثر اصول قانون اساسی که یه جورایی به حقوق شهروندی و آزادی بیان و حقوق یعنی زنان تبصرایی که اضافه شده در واقع برای قانون مشکل ایجاد کرده. آره، در تعارض با قانون اساسی. تبصره نه، آیین‌نامه. بله. آیین‌نامه‌هایی که ایجاد شده یا بعضی وقتا حتی قوانینی که داریم برخلاف قانون اساسیه. خب ولی مثلا بابا اعتقادش بودی که مثلا اینا باید تدریجی حل بشه، تدریجی باید هر چیزی اتفاق بیفته، هر چیزی که فوری به دست بیاد ماندگار نیست، اگه قرار پایدار بمونه. بنابراین شما اعتقادتون چیه؟ منم قبول دارم، میگم که من اصلا یعنی جمهوری اسلامی خوبه، باید این قوانین به مرور اصلاح بشه. نه دیگه این مرور تموم شد، چون 40 سال گذشته دیگه به مرور کی؟ یعنی من دارم مال اون موقع میگم که مثلا بابا رئیس جمهور بود. نظر خودتون در مورد جمهوری اسلامی چیه؟ ببینید به نظر من نظام ما یه جوری از محتوا خالی شده، یعنی ما جمهوری اسلامی ایران، خب یه بخشش جمهوریته یه بخشش اسلامیته. به نظر من اسلامیت کمتر بهش توجه میشه، غیر از ظواهر مثلا چیزایی که سر و صدا زیاد داره، ولی در عمل که ما وارد میشیم بویی از اسلام وجود نداره. یعنی ما خیلی چیزایی که میبینیم اینا کارای اسلامی نیست اصلا. جمهوریتش هم به نظر من باز مشکل داره. درسته که ما انتخابات داریم تا حدودی برای مردم میان توی، چون جمهوریت فقط انتخابات که نیستش که، مثلا آزادی بیان هم هست. قانون اساسی ما به آزادی بیان اذعان کرده، ولی آزادی بیان رو ما میایم با عناوین دیگه مثلا محدودش میکنیم، چه میدونم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، اینا رو بردیم توی این جرایم در واقع نقد کردن ها و از این طریق ما اومدیم آزادی بیان رو محدود کردیم. یا مثلا ما تو قانون اساسیمون داریم تفتیش عقاید ممنوعه، یا آزادی احزاب و انجمن ها اینا تو فعالیت های سیاسی. بعد یه آیین نامه داریم، آیین نامه چیز، آره، آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور. بعد قانون گزینش حالا چجوری انجام میشه؟ اخلاقی، سیاسی، اعتقادی. اعتقادیش که اصلا با قانون اساسی مخالفه، چون تفتیش عقاید ممنوعه. یعنی اصلا شما نباید ببینید طرف چه عقیده‌ای داره که حالا بخوای تصمیم بگیری این کجا قرار بگیره یا کجا قرار نگیره. سیاسیش با اون اصل قانون اساسی که آزادی فعالیت احزاب و انجمنها و آزادی بیان اینا رو داره، با اون در تضاد قرار داره. خیلی اینجوری داریم. یا مثلا ببینید جرم سیاسی، الان 40 سال قانون جرم سیاسی، یعنی اصل مربوط جرم سیاسی توی قانون اساسی ما هست. از سال 94 قانون جرم سیاسی نوشته شده تا الان یک بار اجرا نشده. خب ما چجوری که نمیایم مثلا تمام این منتقدینمون، اونایی که جرم سیاسی میتونیم بهشون بگیم، همه میرن تو دادگاه انقلاب به عنوان جرایم امنیتی محاکمه میشن. خب اینا قانون اساسی کی میخواد پیاده بشه؟ این قانون جرم سیاسی اصلا یه سری تعارضایی داره که با توجه به اون نمیدونم الان وقت داریم توضیح بدم که مثلا کوتاه بگم یا نگم. الان شما دارین لبتون چیکار میکنید؟ من متوجه نمیشم. الان جزء کدوم قسمتش بود؟ مشکلات زیاده. حالا نمیگم همش همینه ها، یعنی من معتقدم، درست من اعتقاد دارم که قانون اساسی ما قانون کاملی نیست، ولی باز اگر خیلی از اصول مقفولش، مقفول موندهش اجرا بشه، شرایط خیلی بهتر از این میشه. علت اینکه شما رفتین رشته حقوق خوندین، من یه چیزی اونجا که گفتم گفتم یه چیزی بگم یادم رفت، چون اون دوست داشتم بگم. شما گفتین مثلا شده زنگ بزنی بابا من اینجا گیر افتادم مثلا کمکم کن. من زندان که رفتم به سال 90 بود دیگه فکر کنم، زندان رفتم از اونجا زنگ زدم گفتم بابا من اوضاعم خیلی خوبه، اصلا نمیخواد بر من کاری بکنی، اصلا دنبال آزادی من نباش، من دارم اینجا لذت میبرم از بودنم تو زندان. چون موقع مهدی رو همزمان من گرفته بودم و مهدی تو انفرادی بود اون موقع. بالاخره بند نسوان با آقایون جداست. بله، من تو رفته بودم برای اجرای محکومیتم. یعنی فرمای قوت قلب بود این که برادرتون تو زندان بود؟ نه برعکسش، داشتم به بابام گفتم بابا هر کاری دست در میاد در مهدی بکن، من هیچ مشکلی ندارم، بر من اصلا نیاز نیست کاری بکنی. یه جایی هم شما فرموده بودین که خوش میگذره اصلا تو زندان. آره خیلی خوب بود واقعا زندان. از خب دوره من کوتاه بود، من 6 ماهه بود دورم. بعد من مثلا بچه کوچیک نداشتم، مادر پدری که نیاز به من باشن نداشتم، زندگیم زندگی تامینی بود. یعنی شرایطی که من میدیدم سایر زندانیا مشکل دارن و در زندان هستن، من اون چیزا رو نداشتم. یک، 6 ماهه بود. دو، حتما اگر بیشتر از اون میشد بالاخره مشکلاتی ایجاد میشد. سوم، من زمانی وارد زندان شدم که خود زندانیا با تلاش و پشتکار و در واقع سختی هایی که کشیدن شرایط زندان رو خوب کرده بودن. یعنی من موقعی رسیدم که همه چی فراهم بود، سختی ها رو اونا کشیده بودن، زندان خوب شده بود، من رسیدم اونجا. اون زندان فقط معلوم نیست زندان های دیگه مثل اون زندان اوین باشه، بند زنان زندان اوین باشه. ببخشید اومدم وسط حرف. خواهش می‌کنم. میگن که زندان برای خانواده زندانی معمولا سخت‌تره تا خود زندانی. به هر حال بیرون هستن، نمیدونن اون تو چه اتفاقی داره میفته، شاید یه نگرانی داشته باشن. دقیقاً همینطوره.